le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. در آخرین روزهای بهار اولین جشنواره این سو و آن سو در شهر اکسنوه برای دو روز در این مکان زیبا در کنار دریاچه لمان برگزار شد. هفته های پیش دو قسمت از این گردهمایی را دیدید و طبیعتاً به دلیل حجم فعالیت های فرهنگی و ساعات انجامش این بار سومین بخش آن را که نمایشگاه عکس های رضا دقتی خواهد بود را میبینید. بار اول مدیر جشنواره خانم دکتر مقصودنیا چنین گفت: سلام به عزیزان، اسم من شهربانو پزشک هستم و در این جای بهشتی که کوچولو هست، شهر 1100 نفره، عضو انجمن شهر هستم. یه روز با شهردارمون نشسته بودیم و فکر می‌کردیم که تو این پارک قشنگ روبروی لکلمان روبروی کوههای آلپ ما چرا یه برنامه فرهنگی راه نندازیم. و حالا در این لحظه در کنار آقای بونو ابرش مسئول جایی هستیم که عکس‌های رضا دقتی هست، نمایشگاه اوست. از ماه می 20 شروع شده و امروز دقیقاً آخرین روزه. از ایشون میپرسم اینجا کجاست و ما اینجا چه میکنیم. Nous sommes ici au centre d'art Espace Enchanté. C'est un manoir. ما در یک بنای قدیمی متعلق به دولت هستیم. در طول سال امکانهای فعالیت هنری و فرهنگی را در کنار دریاچه لمان در همین مکان ممکن میسازیم. معمولا بین 4 تا 5 نمایشگاه در طول سال راه اندازی می شود که تماما رایگان و برای عموم است. این نمایشگاه اغلب رابطه مستقیم با طبیعت و هنر را دارد. حالا اینجا و این بار آثار مشترکی از رضا دقتی عکاس و پلانتو کاریکاتوریست را مشاهده می کنید. نمایشگاهی که عنوان تلاقی نگاه نام گرفته است. امروز در همین رابطه جشنواره این سو و آن سو به ما این شانس را داد که میزبان رضا دقتی باشیم. امروز او درباره کارهایش خواهد گفت و کتابهایش را هم برای علاقمندان امضا می کند. پیش از هر چیز خوش آمد به شما برای حضورتان. می دانید که شهربانو مقصودنیا با جشنواره‌اش این امکان را برای حضور رضا دقتی برای من فراهم کرد. ما بسیار خوشنودیم از بازتاب کارتان در جمع تماشاگران. می دانید بسیاری از دانش آموزان مدارس به اینجا آمدند. ارزش در میز گردهایی که با آنها داشتیم و برداشتهای من برای من بسیار روشن کننده بود. مرسی پور اتر نمرو سورتو ان دیمانش ماتن و تو موند سنده پاج. یا فا د
ممنون از حضور چشمگیرتان در این صبح نزدیک و در یک روز تعطیل. میگویند هیچ برخورد و ملاقاتی اتفاقی نیست. من در زندگیم این را حدود 20 سال پیش آموختم. در آن روز دختر جوانی را دیدم که در گزارش ها و سفرهایم وقتی به کابل می رفتم. این سفرها برای سلسله کارهایی بود که آغاز کرده بودم، بنیادی که اهداف انسانی و فرهنگی داشت، مرکزی را برای رسانه ها در تمام زوایا و ابعاد دایر کردم. در این سفر می دیدم نسل جوان در فعالیت چشمگیرشان چگونه حضور دارند. بنیاد ما تا قبل از حکومت طالبان، یعنی تا یک سال پیش، فعال بود. نزدیک به 1000 زن افغان وارد شاخه های گوناگون روزنامه‌نگاری شدند. رادیویی را تأسیس کردیم. نگاه نکنید به افغانستان، در ایران هم وضعیت شباهت هایی دارد. همین چندی پیش بانویی با من تماس گرفت، در واقع همان دختر نوجوانی که در افغانستان دیده بودم، و حالا بانویی که 20 سال پیش در آن تلاش ها شریک بود و حضور داشت، به من گفت ما اینجا جشنواره از این سو و آن سو داریم. از موضوعاتش برایم گفت و به این ترتیب من را امروز اینجا میبینید. میخواهم به شما بگویم آنچه را که اینجا انجام میدهید بسیار مهم است. با آنچه که در این کارها میبینید که بازتاب اتفاقات در جهان است، یک نکته و یک راه حل نهفته است: فرهنگ و هنر. این چیزی است که میتواند جهان را نجات بدهد، پایگاهی است برای مقاومت و پیشرفت. این یگان منبع ماست، مانند یک باغبان که گلهایش را دوست دارد و نگهداری و نگهبانی از آن را به عهده میگیرد. کاری که ما میکنیم شباهت به همین کار باغبان دارد. گاهی کار و کلام ما برای برخی تحمل دشوار دارد. گاهی حتی در تضاد در باورهای ما است، مخالف عقاید و یا حتی مذاهب. کارهایی را که در اینجا میبینید همین باور را دنبال کرده. شما به یقین پلانتو کاریکاتوریست را می شناسید. او قبل از اینکه کاریکاتوریست باشد یک فیلسوف و صاحب تفکر است، یک هنرمند بزرگ است. 15 سال است که تقریبا یکدیگر را می شناسیم و دوستی نزدیک داریم. حدود 5 سال پیش بود که ایده آنچه را که می بینید در ما شکل گرفت. او پیشنهاد کرد، یعنی نقاشی هایی مبنی بر اساس عکس های من، و این گونه این آثار شکل گرفتند. در این سخنرانی سپس رضا دقتی خاطراتش را از آنچه که دیده بود گفت. از کودک نوجوانی گفت که جوانه‌ای را برای انتقال و کاشتن در زیر آن همه خرابی به دست گرفته بود. میگوید تعریف و امیدی متفاوت از زندگی را دیدم. نهالی که خواهد کاشت خواهد رویید و دیگران خواهند دید. سخنان رضا دقتی نیازی به شنیدن ندارد. در عکس‌هایش می‌شود تماما آن را دید. Plus d'Afghanistan, je continue faire le même travail dans les camps de réfugiés dans le monde, en Irak, en Rwanda, en Jordanie, en Turquie, les enfants des réfugiés. Je les forme à photographier leur vie, la vie dans le camp de réfugiés. Ensuite, je fais des livres, je fais des expos avec le travail de ces Corman به افغانستان محدود نشده است. در کمپ های پناهندگان، در عراق، در رواندا، در اردن، در ترکیه به کودکانشان عکاسی آموختم. از کارهای خودشان نمایشگاه هایی دایر کردم. بسیار خوشحالم که به اینجا آمدید و بار دیگر امکان دیدن کارهای رضا دقتی رو ممکن ساختید. در این بخش نشست خارج از روال ماهانه انجمن فرهنگ آزاد به مناسبت سالگرد قتل مهسا امینی با جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی،
هنری که بسیار کوتاه شده از آن را خواهید دید. فرهنگ دوستان گرامی، امسال 15 سال انجمن هستیم. ما یک انجمن غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم و تا همکنون 153 سخنرانی در محل انجمن داشتیم از بزرگان فرهنگ و هنر و تاریخ ایران، برون مرزی و درون مرزی. زن، زندگی، آزادی. یک سال از خیزش ملت ایران گذشت. 16 سپتامبر 2022 دختر کرد و مظلوم ما به خاطر یک تار مو کشته شد و نام او ژینا مهسا امینی رمز انقلاب ملت ایران گشت. جرقه‌ای بود برای خیزش و انقلاب ملت ایران. شعار زن، زندگی، آزادی نیز جهانگیر شد. ما ایرانیان خارج از میهن صدای ملت ایران هستیم و صدای دادخواهی آنها خواهیم بود. برای پیروزی ما باید با هم متحد، هم صدا و هم دل باشیم. ما فرزندان کوروش بزرگ هستیم که پایه‌گذار حقوق بشر بود و هوشیاریم تا به اصل خود بازگردیم. ما به فرهنگ غنی و تاریخ خود افتخار می‌کنیم. نسل جوان ایران را پس خواهند گرفت و بر اهریمنان پیروز خواهند شد. نور بر تاریکی پیروز است. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم که بتونم شعرامو به شما معرفی کنم، ولی این خیلی وجود هر کدوم شما، تک تک شما اینجا خیلی مهمه، برای اینکه من واقعا فکر میکنم که سیمان اصلی فرهنگ ما شعره و حالا همه شعر نمیتونن بگن یا بخونن، یا ولی همین که علاقه داشته باشین، بدونین که یک آجری، یک پایه‌ای که برای فرهنگ ایران میتونه ادامه داشته باشه برای بچه‌های ما بعدش، مخصوصا در خارج. من شعرهای خودم رو همونایی که اون دفعه براتون خوندم چند تاشو میخونم به خاطر اینکه برای ایرانه، برای زن ایرانیه، برای خانم ایرانیه و به خاطر دوستای فرانسوی که اینجا آمدن امشب برای ما. با اجازتون با فرانسه شروع میکنم که خوشحالیم اینجا هستم. Donc voilà, en français pour nos amis français qui sont là, qui nous ont fait le plaisir de venir. Je suis la fille de Cyrus le Grand. Je suis la fille d'Artémis, de Vénus, d'Esther. Je suis celle qui chasse, qui donne souffle à la terre. Je porte en moi le destin de donner vie, transmettre, apprendre, empêcher. Mes veines pourpres sont les cordes de Diane. Mon flanc, mon cœur, celle de Roxane. Je suis ta fille, je suis ta mère, je suis ton futur. Je t'apprends à lever la tête sous le poids des injures. Femme, je te chante, je te loue, je t'admire. Lorsqu'à bout de force pour tes enfants tu transpires. Lorsque l'injustice te prend aux tripes et te déchire, lorsqu'enfermée, voilée, bafouée, tu te relèves. Même morte, tu respires. Je n'ai pas besoin. Et je me suis dit que je me disais et que je me disais 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 و به هر جا باشم زندگی یکسان است. گاهی به خودم میگویم چه تفاوت دارد که فلان شخص وزیر است اکنون یا که سمساری جزئی دارد، یا فلان شخص به حکم قانون تبرئه گشته و یا زندانی است، یا که چه تفاوت دارد. نه چونی نیست، خودم میدانم که فریبیست بزرگ این چنین پندار در دل من که هنوز زندگی، عشق و کابو جاییست، جبر تحمیلی را
آرمانی به جدل می‌کنم. من فکر می‌کنم که یکی از اولهای ادبیات ما سعدی. سعدی رو با شکسپیر مقایسه کردم، ولی من فکر می‌کنم که انسان‌گرایی سعدی از شکسپیر هم بالاتر. من امروز یک کتاب رو به شما معرفی می‌کنم، با سعدی در بازارچه زندگی. این کتاب رو استادم دکتر صدرالدین الهی نوشته، با زبان شیرینی که من یک قسمت کوتاهی را ازتون میخوام براتون بخونم با همکاری دوستم منوچهر. حالا اشکالی نداره که منم این کتاب غریبانه جان داد، شاهانه دفن شد، قلقلی افتاد در کیهان، آوازها پیچیدند از زمین تا آسمان، جهانیان شنیدند به چپاوک‌های خونین پر شاد باش گفتند، با آواز خانان خواندند زن زندگی آزادی. زمان هر شب، اما دانم که همان لحظه پیش از سحر است. با درود بیکران خدمت خانم آقایان، شعری که در مطلع عرایزم خدمتون گفتم بیانگر موقعیت امروز سرزمین ماست، که عرض کردم که تاریکترین زمان هر شب، اما دانم که همان لحظه پیش از سحر است. امروز سرزمین ما خیلی تاریک هواش، اما خب این نوید رو داره، چون خیلی خیلی تاریکه، نزدیک به تریه پیروزی است. ای بچه ها یاد آوره دلیل جان و تنی آزرده و پریشان، آه شما بکنیم خیلی بیشتره، در اینکه اونا جان به کف هستن و ما در کمال امنیت این کار انجام میدیم. بنابراین خواستم یه یادی از این دو نفر عزیز دربند همکارم کرد باشیم. مرسی از شما، از نایده جان که دعوتمون کرد. من چیزی که خوندم تا بال ساختم و خیلی غمگینه برای خیزش اصفهان، برای آبان خونی، به یاد تولد پویا بختیاری بود دیروز بیروت، به یاد مادرش نایده شیرپوشه که در بنده و پدرش این خانواده. او تو فی دیران کمان پتون تو کمپرندر کمان عریبه او بود تون سکره. او تو فی دیران Au début du poème, tu cherches l'amour. این خبر گیسکینه بی ساو به آمریکا اعلام جنگ داد. امروز ساعت 9:08 صبح جنگ جهانی سوم شروع شد. آخرین خبرها فقط 800,000 تومان بشه تابید جنگ جهانی سوم. چرا بی خودی مزخرف بگی مرد حسابی؟ این شعر و برات چه سر هم میکنی؟ کدوم جنگ؟ تو شعر رو بر میگی، همه اینا رو توی روزنامه نوشتن، اگه کور نیستی بخون. کجا نوشتن؟ من که چیزی نمیبینم. تو بی سوادی به من چه؟ من بی سوادم؟ آخه این حرفا رو کجا نوشتم؟ بچه رو من نمیبینم. چشم بصیرت میخواد که تو نداری، برو شیشه اینکه تو عوض کن تا خوب ببینیم.